بسم الله الرحمن الرحیم به نام آن که هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت با نام و یاد خداوند متعال و با سلام و سلوات الهی بر آخرین فرستاده اش حضرت محمد مصطفی و بر خاندان پاک و طاهرش بینندگان ارجمند سلام علیکم وقت همگی شما به خیر و خوشی و سلامتی بسیار خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما بزرگواران هستم از طریق قاب برنامه به وقت بیداری برنامه که از شبکه جهانی هادی تیوی بخش فارسی داری تقدیم شما عزیزان می گردد. خوشحال میشیم اگر با این برنامه در ارتباط شوید و مطالب نظرات پیشنهادات خود را از طریق واتساپ با این شماره در میان بگذارید شماره مثبت 964 780 255 40 13 و اما طبق عرف جمعه شبها استفاده میکنیم از حضور کارشناس محترم جناب استاد فسیحی با موضوع اسلام و فقر زدائی راهکارهایی که اسلام برای بیش نمودن فقر از جامعه مطرح می کند موضوعی که بسیار با او مبتلا هستیم به خصوص کشور عزیز ما افغانستان و ملت مظلوم افغانستان در چنین شرایطی با این مشکل دست و پنجه نرم می کند ببینیم که اسلام چه راهکارهایی برای رهایی از این بحران به ما پیشنهاد میکند خواهش میکنم با ما همراه باشید عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه سلام خواهش میکنم تا اینکه گفتگو میکنیم درباره راهکارهای اسلام برای فقر زدایی با بینندگان سلام علک داشته باشید اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین بنده خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی سلام عرض میکنم از خداوند منان میتلبم توفیق عنایت بکند تا بتوانیم اونچه که مرزی پروردگار است برای بینندگان گرامی مطالبی را عرضه بداریم در خدمتتان هستیم بسیار ممنون از شما درباره راهکارهای اسلام برای فقر زدایی از جامعه فرمودید که ما یک سری راهکارهای کوتاه مدت داریم میان مدت و بلند مدت اما در او قسمت راهکارهای کوتاه مدت موارد مختلفی فرمودید وجود داره که یکی از اونها مسئله انفاق هست در همون لحظه که یک شخصی نیازمند است گرسنه است نیاز به قضا دارد باید مؤمنین انفاق داشته باشند بخشی از مال و دارایی خود را به نیازمندان که همون لحظه او را نجات بدند از او شرایط سخت و بحرانی تا این که باز در آینده بتوانند راهکارهای بهتری را ارائه کنند فکر میکنم آیات زیبایی از قرآن شریف مانده که شما درباره انفاق اینها رو و تشویق به انفاق که خداوند متعال شکلی شکل بسیار زیبا مؤمنین را تشویق کرده که به دیگران و نیازمندان انفاق داشته باشند دوست داریم این آیات را از زبان شما بشنویم همان گونه که اشاره فرمودید اسلام به عنوان دین کامل و جامع راهکارهایی برای فقر زدایی از جامعه بیان داشتند و راهکارهایی را پیشنهاد کردند که یکی از راهکارها راهکارهای کوتاه مدت انفاق هست انفاق ما آیاتی که امر و دستور داشت آیاتی که انفاق را همتراز ایمان به خداوند و نماز که ستون دین هست معرفی کرده بود و برخی مطالب دیگر یکی از آیاتی که در رابطه با انفاق هست و تکیه دارد روی این مسئله که با کراهت نباید انفاق کرد با کراهت انفاق کردن از ویژگی های منافقان هست خداوند منان در سوره مبارکه توبه آیه پنجا و چهار می فرماید درباره ویژگی های منافقین <تص> ولا یعتون از و هم کسالا ولا ینفقون الا و هم کارهون منافقانی که در صف مسلمان ها جا زده بودند نماز را با کسالت می انفاق هم اگر می با کراهت انفاق می لذا انفاق کردن با کراهت با میل و رغبت نباشد و با کراهت انسان انفاق بکند این انفاق خیلی ارزش ندارد و از ویژگی ها و صفات منافقان هست که این گونه برخورد بکند با نیازمندان و محرومان بلکه یک انسان مؤمن با طب نفس و با عشق و علاقه و با میل و رغبت قلبی خودش به خاطر نجات دادن یک هم نوع و هم دین و هم مذهبش از گرفتاری و مزلات اقتصادی باید با میل و رغبت کمک بکنه بله. لذا آیاتی در این زمینه آیاتی دیگری هم هست که خب به عنوان نمونه عرض کردم یعنی با اعتقاد باید باشه دیگه با اعتقاد نماز باشه. اگه میخوانه نماز اگه از روی محبت و اعتقاد و عشق به خداوند متعال باشه و نماز خیلی خوبی خواهد شد و دیگه کسالت در اون نماز معنا نداره از این طرف انفاق هم اگر از روی این باشد که قلبا بخواهیم مشکل یک مؤمنی را برطرف کنیم که باید با شور و شوق باشد نه اینکه با کراهت و با ناراحتی قطعا همینطوره آیه دیگری در سوره مبارکه نساء آیه 38 هست که مؤمنان را پرهیز میدهد بر حذر میدارد از انفاق ریاکارانه خداوند میفرماید و الذین ينفقون اموالهم رعاء الناس به خاطر ریا و خودنمایی برای اینکه مردم ببیند این آدم چقدر انفاق کننده هست چقدر سخاوتمنده چون این انفاقی که ریاکارانه باشد به قصد ریا و خودنمایی اقدام بکند این انفاق انفاق ارزشمندی نخواهد بود لذا اگر بخواهیم انشاءالله در بحث صدقات که یکی دیگری از راهکارها هست اقسام صدقات انشاءالله در اونجا خواهیم رسید در هر صورت انفاق ریاکارانه اینکه به قصد ریا و خودنمایی انسان انفاق بکنه از لحاظ اسلام مضموم هست و اسلام به شدت او را نکویش کرده و آیه سی و هشت سوره مبارکه نسا در این مطلب اشاره دارد نکته دیگری که در آیات قرآن کریم باز تاکید شده روی انفاق این که آیا انفاق ما آشکارا پرداخت بکنیم بله. یا اینکه انفاق را پنهان کنیم پنهان البته آیات قرآن کریم دو گونه هست هم انفاق آشکار را بیان کرده کار خوبی هست و هم انفاق پنهانی و سری را که بیشتر آیات تکه روی انفاق پنهانی دارد حالا برخون اون آیات بهش اشاره می کنم در سوره مبارکه وقره آیه دویست و هفتاد و چهار خدامند منان می فرماید الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم رب ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون. در این آیه مبارکه کسانی که انفاق میکنند شب و روز بله. یعنی چی در شب انفاق بکند چی در روز انفاق بکند علنی و آشکار و یا پنهان و مخفیانه انفاق بکند این از بجگه های انسان های متقین و مؤمنان است که بعد در ادامه میفرمایه برای این های اجر عظیمی هست و خوف و حزن هم برای, برای اینها را نداره یعنی اگر بخواهیم برکات انفاق و پیامدها ها و آثار مثبت انفاق را بررسی بکنیم دو تا ویژگی را دو تا برکت را و دو تا پیامد را در این آی مبارکه هم بهش اشاره کرده است انسان هایی که مخفیانه کمک میکنند شب و روز نمیشناسند انفاق میکنند خداوند دو تا کار نیک را برای اینها در نظر گرفته است دو پاداش نیک را برای اینها در نظر گرفته یک اینکه خوفی دیگه برای اینها پیش نمیاد نمی ترسد از چیزی و دیگر محزون نمی شود واقعا این دو از لحاظ روحی و روانی خیلی مهم هست که انسان در خوف زندگی نکند راحت باشد یا اینکه حزن و اندو اطرافش نچرخد در دنیای امروزی که هر لحظه ما و شما گرفتار حزن و اندو هستیم حزن و اندو را با چی باید رفع بکنیم با انفاق نه. یعنی از برکات انفاق اینه که حزن و اندو را خداوند از دل انسان و از درون انسان بیرون میکند دیگر انسان ناراحتی نداره بسیاری از گرفتاری ها استرس ها مرض های روحی و روانی ریشه در حزن و اندوه دارد بله. لذا اگر ما بخوایم این مرض حزن و اندوه را از خود دور بسازیم چیکار بکنیم؟ باید انفاق کنیم یعنی اگر ما میخواییم که افسرده نشویم اگر میخواییم به قول امروزی ها دپرس نباشیم شاید خیلی از این راهکارهایی که انجام میشن و میگن که ورزش های خاصی انجام بدین یا که تمرکز کنن شاید اینها خیلی تاثیر نداشته باشه به جای او انجام کارهای نیک و خداپسندانه و کارهایی که عام المنفعه باشه به نفع مردم باشه از جمله همین انفاق کردن و کمک کردن به هم نو شاید تأثیر خیلی بیشتری در شادی و شادابی انسان داشته باشه همینطوره اینکه خداوند فرمایه خب بله. دیگر حرف خداوند هست استق صادقین هست و من من الله قولا اینکه انسان یک نانی برای یک فقیر گرسنه اگر انفاق بکند خداوند حزن و اندو را از او دور می سازد بله. خب چی بهتره که یک انسانی که دستش به دهانش می یک کسی که توانمندی دارد از لحاظ اقتصادی به خاطر خودش هم که شده باید انفاق بکنه نه نه. یعنی به خاطری که حزن و اندو از او دور شود به خاطر که خوف از او دور شود یکی از راهاش اینه که انفاق بکنه آیه دیگر در باز هم در سوره مبارکه قره آیه دو, دو, و شست و دو هست که خداوند میفرمایه اللذین ینفقون اموالهم فی سبيل الله ثم لا يبتغون ما انفقو منن ولا ازا در راه خدا انفاق میکنه ولی بدون منت و بدون اذیت و آزار روحی و روانی گاهی ممکنه یک انسان یک کمکی به کسی بکند ده تا به اصطلاح حرفای بد و بیرا هم به او بزند که خب چرا کار نمی کنی؟ چرا چنینی؟ چرا گرسنه چرا فقیری؟ چرا مثل دیگرها کار نمی کنه. خب بالاخره ممکنه آدم گرفتاری ها مشکلات و محرومیت دوچار شده نیازمند شده اگر او را با منت کمک بکند این منت و اذیت و آزاری روحی و روانی اثرات انفاق را از بین میبرد و انفاق را به ارزش می سازد در این آیه مبارکه از ویژگی های انسان پرهیزگار اینه که بدون منت و بدون زخم زبان انفاق بکنه کرامت یک انسان را باید در نظر بگیرن کرامت انسان اینه که او را با عزت و با کرامت احترام بکنی مخفیانه اگر ممکنه البته این نکته اشاره بکنم گاهی در یک جامعه که سنت حسنه انفاق رخت بربسته است بله. جیب ها همه قفل شده است دلها همه قفل زده شده کسی به هم نوعش کمک نمیکنه در چنین جامعه ای. اگر انسان آشکارا کمک بکنه تاثیر بیشتر داره تاثیر مثبتی داره و کاری نیکس قرآن میفرمایه که بهتر است که انفاق سری باشه اما نیکوست که انسان آشکارا هم کمک بکنه در همین آیاتی که تلاوت شد سر و علانیه گاهی پنهانی انسان کمک بکنه و گاه علنی کمک بکنه علنی کمک کردن در جامعه ای که باعث ترویج او سنت حسنه انفاق میشه قطعا چه بس همیتوره. اطرافیان او شخص خود او شخص یک کاری کرده یک انفاقی کرده یک مؤسسه خیریه درست کرده بیمارستانی مدرسه ای چیزی ساخته اطرافیان بیایند و تبلیغ کنند ترویج کنند الان که فضا فضای رسانه هست و امکانات در این زمینه خیلی زیاد هست این سنت های نیک باید ترویج شود بیان شود تشویق شود که بقیه هم به این سمت و سو حرکت کنند و رو بیارند قطعا همینطوره الاعمال و اگر نیت انسان این باشد که دیگران تشویق شود این ریا نیست بله. اما اگر انسان خودنمایی, خودنمایی بکند به قصد اون ریا هست العمال و بنیاد نیت انسان مهمه مهم. مهم. گاهی ممکن است کردم در یک جامعه دیگران تشویق شود به انفاق یک انسان خیری اگر علنی کمک بکند انفاق بکند این کار نیک و شایسته انجام داده آیات دیگری هم هست که دیگه به خاطر اینکه بحث دولانی نشود مهم. این آیات هم بهش اشاره بکنم و مطالب دیگری را خدمت بینندگان گرامی عرضه بدارم هشدار خداوند درباره انفاق نکردن خداوند در آیاتی از قرآن کریم به بندگانش هشدار داده است که اگر انفاق نکنید وضع شما و جامعه شما خرابتر خواهد شد با هشدار خداوند مؤمنان را به نحو تشویق به انفاق میکند بر بله. حذر میدارد از انفاق نکردن در سوره مبارکه حدید آیه ده خداوند میفرماید و ما لکم الله تنفقو فی سبیل الله چه شده از شما را که در راه خدا انفاق نمیکنید نمی ای مؤمنین ای کسانی که در توان شما هست چرا انفاق نمیکنید و مالکم الله تنفقو فی سبیل الله چرا در راه خدا چی شده از شما را که در رای خدا انفاق, انفاق, انفاق نمی کن. این هشدار هست آیه دیگر در سوره مبارکه آل امران آیه 92 خداوند میفرماید لم تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون هرگز به نیکی نخواهد رسید مردمی که از آنچه که دوست دارن انفاق بکنن پس انفاق کردن از بهترین ها باید اون را که انسان دوست دارد در راه خدا باید انفاق بکند به اصطلاح نباشه که میگن روغن ریخته را نظر امام زاده, بکنه. امام زاده بکنه یا لباس هایی که خودش مثلا سالها پوشیده و اونا کهنه شده و به درد نمیخوره میگه خب اینو باش بدیم به یک کسی که مثلا فقیر هست چرا از اون لباس های نو و خوب خود که دوست داری به اونها از اونها انفاق نمیکنی تا فرموده این آیه به بر رو به خیر و به نیکی برسه قطعا همینطوره ولی این آیه دیگر واقعا هشدار جدیتر هست که عذاب علیم را بله. گوش زد میکنه به ثروتمندان خداوند میفرماید در سوره مبارکه توبه آیه سی و چهار الذهب و الزَّهَبَ و وَلَا يُنْفِقُونَ نها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم پناه میبرم به خدا که در یک جامعه اگر یک کسی از گرسنگی بیمیرد و هم با وضع خوب زندگی بکند دیگه وضعیت خیلی خراب خواهد بود همین در فضای مجازی الان معلمی که خدا کند دروغ باشد در قندهار چهار شب گرسنه مانده است و از گرسنگی فوت کرده است اگر واقعیت داشته باشد این واقعا هشدار جدی است برای ثروتمندان ما برای جامعه ای که در او حتما ثروتمند و کسانی که توان اقتصادی دارند همه مسئولیم لذا این آیه واقعا آیه تکان دهنده است کسانی که طلا و نقره را کنز می کنند در گنجینه ها پنهان می کنند ثروتشان را می افزاین. ولی در راه خدا انفاق نمی کنند و خداوند می فرماید ای پیامبر اینها را به عذاب دردناکی بشارت بده پس جامعه جامعه اسلامی جامعه ایمانی اون جامعه است که تلاش می کند برادر دینیش برادر ایمانیش گرسنه نماند محرومان از فقر و از بدبختی شب را صبح نکند لذا جامعه اسلامی اون جامعه است که همه به فکر همدیگر هستند این آیات هشدار دهنده ای بود که در رابطه با انفاق بسیار ممنون و متشکرم از شما اشاره کردید به وضعیت مردم ما در کشور افغانستان این نکته را هم خوب است یادآوری کنیم گاهی اوقات مردم بسیار عفیف هستند بسیار با حیا هستند با اینکه نیاز شدیدی دارند اما او را ابراز نمی کنند به در خانه ها نمیرند به در مؤسسات خیریه برای طلب و برای گدایی نمیرند این وظیفه برخی از ثروتمندان را زیادتر می کند که اینها باید به دنبال افراد نیازمند بروند و بگردند و پیدا کنند تا نبادا که در یک جامعه یک فرد گرسنه باشد یک فرد نیازمندی باشد و همسایگان او اطرافیان او همشهری های او در رفاه و آسایش باشند که ای باعث غضب خداوند متعال می شود ما در داستان زندگانی پیامبر و آبا و اجداد پیامبر از جمله خود فرد هاشم که پیامبر به فرزندان هاشم و بنی هاشم یاد می شود داریم که این آقای بزرگوار وقتی که قحطی میشد در شهر مکه می آمد و تمام مال و ثروت خود را گندم میخرید و بین نیازمندان تقسیم می کرد یعنی معروف بود به این که در فرصتها در سختیها در اون اوج قهدی ها این خاندان خاندان کرم و بخشش و جود و سخا و انفاق و کمک کردن به دیگران بودن انشاالله با الگوگیری از این بزرگان ما هم بتوانیم برای ریشکن شدن فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه خود قدم برداریم متشکریم از شما بینندگان عزیز و محترم که بیننده این برنامه هستید به وقت بیداری به میان برنامه رسیدیم ضمن تشکر از جناب و استاد و مطالبی که بیان کردن خواهش میکنم وقفه کوتاه برگردیم با بخش بعدی برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم بسم الله الرحمن الرحیم چه یار سفر کرده ما از سفر آید بعد از شب دیجور محبان سحر آید از باب صفا قبله ما کی به آید بی بال و پران را پر و بالی دیگر آید کی پرده گشاید زرو روی گشاده کز رخ کند از عصب دو شاه پیاده آقا جان ای گم شده مردم عالم به کجایی کی از مه رخساره خود پرده گشایی هر جمعه همه چشم براهیم بیاییم یک از آن هم لمعه نیامد بیش از ده و یک قرن شدم جمعه نیامد عشق ابدی و عزلی با تو بیاید یا صاحب از زمان عشق ابدی و عزلی با تو بیاید شادی جهان رفته ولی با تو بیاید آرامش بین المللی با تو بیاید ای عدل علی عدل علی با تو بیاید عمری که در بوته عشقت به گدازی هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازی هر کوچه و هر خانه ای از اتر چو باقی. در سینه ی هر اهل دل و دل داغی است آویخته بر سر در هر خانه چراغی است بر هر لبی از موعد و موعود سراغی است از شوق همه رو به سوی میکده دارند یاریز سفر سوی وطن آمده دارند کی یار کرده ما از سفر آیند بعد از شب دیجور محبان سحر آید از باب صفا قبله ما کی بدراید. بی بیبال و پران را پر و بالی دگر آید کی پرده گشاید زرخان روی گشاده کز رخ کند از اسل دو صد شاه پیاده ای عطر بهشت از رخ تو ای گل نرگس ای روشنی محفل و ای رونق مجلس ای راز غمت درس مدرس به مدارس جز تو به زمان نیست کسی مسله و صاحب یا مهدی ابن عسکری ای حاضر غائب تو در پی خود قافله در قافله داری در سلسله زلف دو صد سلسله داری با آن که خود از منتظرانت گله داری سوگند به آن اشک که در نافله داری با یک نگه خود مثل ما را تو طلا کن آن چشم که روی تو ببیند تو عطا کن ای گم شده مردم عالم به کجایی کی از مه رخساره خود پرده گشایی ما و تو ولی نعمت مایی هر جمعه همه چشم برایم بیایی یک پرتو از آن چاردهم لقمه نیامد بیش از ده و یک قرن شدن جمع جمعه نیامد بشکسته ببین سنگ گناه و پر از ما کس نیست در این قافل وامانده تر از ما ما بیخبریم از تو و تو با خبر از ما ما منتظر و خون دلتی منتظر از ما ما شب زده ایم و تو همان صبح سپیدی تنها تو پناهی تو نویدی تو امیدی عشق ازلی و ابدی با تو بیاید شادی ز جهان رفته ولی با تو بیاید آرامش بین المللی با تو بیاید ای عدل علی عدل علی با تو بیاید عمری که در بوته عشقت به گدازیم هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازیم هرچند که ما بهرور از فیض حضوریم داریم حضور تو و مشتاق ظهوریم نزدیک تو بر ما ای و ماییم که دوریم با دیده آلوده چه بینیم که کوریم در کوه و بیابان زچرو در بدری تو هم منتظر مایی و هم منتظری تو و معجل لبری الفرج. فرنج بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان و همراهان و حمدلان با این برنامه برنامه به وقت بیداری این نکته را در ابتدا عرض کنم که برنامه به وقت بیداری را می توانید هر شب از ساعت 8 به طور زنده و مستقیم مشاهده کنید و اما تکرار این برنامه فردای همان روز بازپخشش ساعت ده و 45 و دقیقه صبح خواهد بود و برنامه دیگری که از همین شبکه شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان می گردد برنامه روشنا هست که بینندگان عزیزی که دنبال میکنند میدانند برنامه روشنا متعلق به مباحث خانه و خانواده هست مربوط به خانم محترم و گرامی مسائل مربوط به ازدواج مسائل مربوط به جوانانی که در شرف ازدواج هستند و بسیار مطالب متنوع و خوبی راجع به خانه و خانواده که حتما پیگیر باشید برنامه روشنا هم هر روز ساعت یک بعد از ظهر به طور زنده و مستقیم پخش خواهد شد و تکرار و باز پخش برنامه هم ساعت 9 و 45 دقیقه شب خواهد بود بازم هم ممنونیم از همراهی شما و اینکه نظرات و مطالب خود را با ما در میان میگذارید باعث دلگرمی ماست پل ارتباطی میان ما و شما این شماره هست شماره مثبت 964 780 پنج چهل سیزده جناب استاد گفتگو میکردیم در مورد آیات قرآن که تشویق به انفاق کرده است آیا موارد دیگری هم هست غیر از انفاق که قرآن تشویق به اون اعمال و اون کارها هم کرده که به عنوان راهکارهای کوتاه مدت برای فقر زدایی در جامعه مطرح شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین بله قرآن کریم با بیان دیگر انفاق را تحت عنوان صدقه بله. در آیات قرآن کریم بیان کرده اولا معنای صدقه صدقه دادن خوب یکی از راهکارهای موقت و دائمی نیست و موقتی است که انسان کوتاه مدت هست صدقه از صدق گرفته شده که اسم فعل هست بیشتر دلالت بر این دارد که انسان صداقتش را راستی آزمایی بشه صداقتش را نسبت به ایمانش نسبت به خدایش نشان بده جا. لذا صدقه را از اینجا صدقه میگه که انسان مؤمن صداقتش را نسبت به بندگی خداوند نشان بده این یکی از علامت های صدقه و صداقت و راستگویی ایمان ای هست که از مال خود بتواند فرد بگذارد در بگذارد. راه خدا احسن این که محریه خانم ها را هم صداق مگه بله. از همین ماده گرفته شده که صداقت مرد بگذارد. را نسبت به استمرار زندگی نسبت به خانم نشان بده درست. لذا صدقه فرق صدقه با انفاق چیست؟ صدقه و انفاق هر دو در راه خدا انفاق کردن هست و بخشیدن هست راهکاری برای فقر زدایی هست اما تفاوت های جزئی هم دارد یک تفاوتش اینه که انفاق بیشتر در جنبه های مادی استفاده میشه بله. یعنی از مال و ثروت و اینها انسان انفاق بکنه بیشتر به مسائل مادی اطلاق بشه اما صدقه هم مادیات را شامل می شود و هم غیر مادیات را از باب نمونه علم صدقه داره صدقه علم چیه؟ زکات علم چیه؟ نشر علم هست و یا گاهی اگر انسان اخلاق نیک نسبت به جامعه در تعامل اجتماعی اخلاق نیکو داره اینم صدقه هست بله. حتی در روایت داریم که اگر کسی شرش را نگه دارد به دیگران شر نرساند این صدقه هست برصورت صدقه هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی دارد و از سوی دیگر صدقه بر دو قسمه گاه صدقه واجب هست که زکات را شامل میشه در قرآن کریم گاهی از واژه صدقه زکات اطلاق شده ز... که منظور زکات هست و زکات واجبه و صدقه صدقه مستحبی که همین انفاق روزمره هست در هر صورت آیاتی در ارتباط با صدقه در قرآن کریم آمده است با لحن دیگر با عبارات دیگر مؤمنین و پرهیزگاران را تشویق به انفاق و بخشش در رای خداوند میکنه در سوره مبارکه و قرآن آیه 264 میفرماید یا الذین آمنو لا تبتلو صدقاتكم بالمنه والعزا که گرچه در آیات انفاق اشاره شد به این اما اینجا چون سراحت دارد به صدقات صدقاتتان را با منت و آزار و اذیت رساندن به دیگران باطل نکنید, باطل نکنید. این معنای صدق به پیامبر اکرم صلوات الله, الله علیه خداوند دستور میدهد خز من اموالهم صدقتا تو و تو زکیهم به و سل علیهم این سلاتک سکنون لهم و الله سمیع علیم در سوره مبارکه توبه آیه 103 خداوند میفرماید ای پیامبر صدقات اینها را اخص بکن یعنی خودت برو صدقات اینها را بگیر معمور بفرید صدقات مردم را جمع کن که منظور از صدقات زکات. زکات واجب هست اما صدقات غیر واجب را هم شامل می شود از اشاره ای که خداوند می فرماید تو تحقیر و تو زکی هم. تو تحقیر و تو زکی هم. اونها را پاک بکن مالشان را و تسکیه نفسشان بساز یعنی با صدقه دادن با یک تیر دو نشان زده می شود یکی اینکه فقیر و نیازمند را انسان بی نیاز ساخته است دست نیازمندی را گرفته است یکی دیگر اینکه که روح و روانش پاک و پاکیزه می شود و سبون باقی منده، اموال اون فرد هم پاک و تمیز می شود علاوه بر اینکه اموال اون پاک و تمیز میشه. تسکیه نسبت به مسائل روح و روان خود انسان هست درست دو جمله دارد خداوند در اینجا تو هم و تو زکیهم هم مالشان را پاک بکن هم جانشان هم جانشان را هم روح و روانشان را که در جامعه ای که فقر از بین برود اون جامعه روح و روانشان شاداب می شود و یا به تعبیر دیگر اگر کسی واقعا فی سبیل الله انفاق بکند روح و روانش شاداب می شود بله. از لحاظ روحی و روانی شارج می شود لذا توجه به انفاق در این آیات مبارکه قرآن کریم بسیار ارزشمند است صدقه دادن از دیدگاه پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم رسول اکرم صلوات الله علیه می فرماید الخلق و عیال الله فأحبهم إلى الله عز وجل انفقهم لعیاله خیلی جمله زیبایی است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرماید بندگان خدا عیال خدا هستند محبوب ترین بندگان نزد خداوند چه کسی است اون کسی که انفاق گرتر باشد بله. بخشندتر باشد اون در نزد خدا محبوب تر از همه هست پس اگر بخواهیم محبوب پروردگار قرار بگیریم باید عیال خدا را بندگان خدا را دستشان را بگیریم اونهایی که نیازمند هست باز حضرت میفرماید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و, و سلم بذل الموجود زینت المتقین اونچه که انسان در جیبش دارد به اصطلاح اونچه که در توانش هست بذل الموجود اون چه که در توانش هست اگر انسان او را بخشش بکند زینت متقین و پریزگاران است. خیلی جمله زیبایی است. امام رضا علیه السلام هم یک جمله زیبایی بیان می‌فرماید: خیر المرء و هی از صدقه خیر مرد و زخایرش چیه صدقه دادنه یعنی باقیات و صالحاتی که انسان بکند اون صدقه است امام علی علیه السلام می فرماید سقل و موازنکم به اگر میخواهید خواهید ترازوی اعمال شما سنگین شود چی کار بکنید صدقه بده. باید صدقه بدید پس این تأکید خداوند و اولیای الهی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام خب اگر ما مؤمنیم ایمان به خدا داریم در شرایط بحرانی باید توجه به فقرا و نیازمندان داشته باشیم اگر ما امت پیامبریم طبق گفته پیامبر به هم نوعان خود به هم مسلکان خود کمک بکنیم اگر ما پیرو امام علی علیه السلام هستیم باید به هم نوع خود و هم مذهب خود و به مردم خود کمک بکنیم لذا در شرایط فعلی خصوصا در زمستانی پیشرو همه ما وظیفه داریم به نحو به فقرا و مستمندان و نیازمندان و محرومان کمک بکنیم آیات دیگری هم هست که گیرنده صدقه خداوند هست درست خداوند در سوره مبارکه توبه آیه 104 میفرماید الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات خداوند توبه پذیر هست و خداوند صدقات مردم را میگیرد در روایت داریم اگر کسی صدقه ای می میدهد برای فقیر و مستمند و نیازمند قبل از آنی که به دست فقیر برسد به دست, به دست خداوند می دست چون خداوند شاهد و ناظر اعمال ما و شما هست اگر ما مخفیانه کمک بکنیم خداوند دوربینش فعال هست میبیند اگر ما شب کمک بکنیم در آیات انفاق عرض کردم که سر و علانیه به و نهار اینها نشانگر این است که انسان مؤمن و پرهیزگار چی در شب و چی در روز اگر انفاق بکند خداوند میبیند و قبل از آنی که به دست فقیر برسد به دست خداوند میرسد خداون می یک داستان زیبایی هم در زندگانی امام سجاد علیه السلام فکر میکنم با توجه به همین آیه مطرح میشه که داره در حالات اون امام بزرگوار که وقتی به یک نیازمند کمک میکرد حالا یا پولی میداد یا قضایی میداد یک چیزی به نیازمند کمک میکرد گاهی اوقات دست اون نیازمند را هم میبوسید از امام سوال میکردن که شما که به او کمک میکنید دیگه دستش را چرا میبوسید میفرمود این دست خداوند متعال است که این کمک و این صدقه را دارد میگیرد و من به خاطر حرمت خداوند متعال این دست را میبوسیم قطعاً, قطعاً بسیار عالی واقعا همینطور صدقه دادن طبق این آیه مبارکه علم یعلمو بله آیا نمیدانند که خداوند توبه پذیر هست و خداوند انفاق دیگران را انفاق بندگان را صدقات بندگان را عقص می کند صدقه دادن آزمونی برای ثروتمندان هست در شهن نزول آیه مبارکه مجادله آیه دوازده ثروتمندان و پولداران تلاش میکردند که از همه زودتر در کنار پیامبر بنشینند و نجوا بکنند آیه نجوا نازل شد که یک امتحان برای ثروتمندان بود این ثروتمندان هر کسی میخواد با پیامبر در گوشی صحبت کنه قبل, از او باید صدقه بده عجب. اینجا یک کمکی کار سخت شد واقع. کار سخت شد و ثروتمندان اون پول دوستا دیگه این مقدار فاصله گرفتن حسابشون رو جمع کردن اتبا. آیا اینه یا ایوها الذین آمنو ازا ناجیتم الرسول فقدمو بین یده نجواکم صدقتن زالکه خیرون لکم صدقه بده که این کار خیر است شما ببینین یک بهانه برای فقر زدایی فقر زدایی هست در حقیقت که اگر میخواهید با پیامبر نجوا کنید خصوصی صحبت بکنید که یک عزت از و حرمتی بوده مثلا در روز زمان هر کس با پیامبر در گوشی حرف می زده یعنی یک ارتباط نزدیکی با پیامبر داشت قطعاً همین طور بوده پیامبر خدا هست خب بالاخره یک تعداد علاقمند بودن که خود نزدیک پیامبر برسانه در گوشی با ایشان صحبت بکنه و به حق... در حقیقت به دیگران هم نشان بده که من چه قدر نزدیکم به پیامبر درست برای امتحان اینها خداوند این خداون آیه را نازل فرمود ام. که یک پول بدین اول بعد بهتن. اول فقرا را بعد پیامبر اگر میخواهی دستتان به پیامبر برسه یک دست به دست فقیر برسان کمک, برس. کمک کن خیلی جمله لطیفی دارد این آیه مبارکه که بعد ثروتمندان فخ... این کار را نتوانستند از این امتحان موفق بیرون نشدند لذا این آیه نصف شد با آیه دیگری که آمد درست. و این کار و این سنت از بین رفت به اصطلاح والا که شما نمی توانید دیگر از شما برداشته شده. برداشته شده که آیه بعدی در همین زمینه هست حالا حرمت نگه داشتن فقرا باز هم از نکاتی است که در آیات صدقات بیان شده قول معروف و مغفرت خیر من صد... صدقت تطبعها ازن والله غنی حلیم در سوره مبارکه بقره آیه 263 خداوند میفرماید سخن نیکو گفتن بله. قول معروف خیر من صدقه نکته روی این قسمت هست اگر کمک نمیتوانی با لحن زیبا با سخن نیکو اگر نسبت به فقرا برخورد بکنی این بهتره بهتره به خاطر اینکه از لحاظ روحی و روانی تغییر نمی شود حرمت نگه داشته می شود لذا اگر ما بخواهیم که یک فقیر و نیازمند را احترام بکنیم از صدقه دادن بهتر است ما اگر بخواهیم احترام بکنیم به فقرا و نیازمندان این از صدقه دادن بهتر است طبق این آیه مبارکه اما اگر صدقه بدیم با احترام خب یک کار خیر مضاعفی را ما انجام دادیم هم احترام کردیم و تعبیری که شما داشتین امام سجاد علیه السلام دست فقیر را میبوسد که این دست دست خداست به خاطر همینه که احترام فقیر حفظ شود احترام محرومان و نیازمندان حفظ گردد لذا این آیه مبارکه میفرماید قول معروف خیر و مغفرت خیر من صدقتیم این از نکات دیگری که ما اگر میخواهیم به من کمک بکنیم به نیازمندان باید حرمتشان را قطعا نگه داریم. نگه داریم و در نظر بگیریم که اینها انسان شرافتمندی هستند خصوصا در شرایط فعلی ممکن یک آقای کارمند دولت بوده الان حقوق ندارد وضعیت عیالمندی سبب شده است که باید در کنار جاده به اصطلاح کار گدایی بکنه یا گدایی بکند و یا کاری که در شهنش نیست انجام بدهد ما باید احترام اینها را حفظ بکنیم و حرمت اینها را حفظ بکنیم حفظ حرمت انسان ها بهتر از صدقه دادن هست با اینکه صدقه اون اهمیت دارد که قبل از اینکه به دست فقیر برسد به دست خدا میرسد در عین حال از صدقه با منت و با آزار و اذیت و با نیش زبان بهتر سخن نیک برای اونها بهتر از صدقه یعنی اگر هست. یک وقتی ما در توان ما هم نیست یا پولی نداریم یا کمکی نمیتوانیم بکنیم حداقلش اینه که با عذرخواهی با پوزش طلبی با دست بر روی سینه گذاشتن از او کسی که طلب میکنه نیازمند هست از او مذرد کنیم و بگذاریم نه اینکه خدای نکرده با یک سخن درشت با یک حرف نابجا او را تحقیر کنیم حرف درشتی به او بگوییم و این باعث بشه که شخصیت او طرف خورد بشه قطعا من که خدا می قول معروف یعنی سخن نیک حرف نیکو بهتر از صدقه است مهم نبودن کمیت صدقه که دیگر از نکاتی است که در آیات قرآن کریم رویش تاکید شده چه مقدار ما به فقرا کمک بکنیم کمیت مهم نیست اون اخلاصمندی مهمه اون حرمت نگه داشتن فقیر مهمه درست است که ما باید دست فقیر و نیازمند را بگیریم اما حرمت شکنی نباید بکنیم لذا اگر کمی هم ما کمک بکنیم با احترام این ارزشمند هست آیه مبارکه است که یا یه الذین این آیه را البته در انفاق هم بهش اشاره کردیم الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات و الذین لا یجدون الا جهدهم این آیه دلالت دارد یک عده از ثروتمندان مؤمنین کمپول را چی کمک کردی؟ یک مبلغی را اونها کمک میکردن برای فقرا ثروتمندان اونها را استعضا کردن و مسخره میکردن این آیه مبارکه نازل شد اینهایی که مخلصانه متوعین هستند اطاعتگر پروردگارن مطیع پروردگارن تلاششون جز رضایت خدا چیزی دیگری نیست نباید اینها را مسخره کنه مورد مسخره و استهزاء قرار بدیم که در سوره مبارکه توبه آیه 79 خداوند میفرماید الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم که آیه طولانی است باز آشکار و پنهان صدقه دادن که در بحث انفاق هم عرض کردیم آیات این تبد الصدقات صدقات فنعم ماهیه اگر آشکارا صدقه بدید این کار خوبی هست, خوبی هست. و این تخفوها و حال الفقرا فهو خیر لکم اگر مخفی نگه دارید این صدقه را و انفاق بکنید و بدهید به فقرا این برای شما بهتر است یکفر عنکم سیئاتکم گناهان شما لغزش های شما را خداوند در مقابل چی در مقابل صدقه یعنی اگر ما بخواهیم لغزش های ما بخشیده شود و خداوند عنایت به ما بکند باید دست فقرا را بگیریم. بگیریم و صدقه بدیم شرایط صدقه دادن هم یک مطالبی است که در آیات قرآنی کریم به آن اشاره شده چه شرایطی دارد صدقه دادن که البته در بحث انفاق هم بهش اشاره شد از مال حلال باشد یک یا ایها الذين آمنوا انفقوا من طیبات مما ما کسبتم یا مما مم رزقناکم آیاتی زیاد است در این زمینه که از مال طیب و طاهر بله. از مال پاک ما کمک بکنیم شما قبلا اشاره کردیم که اگر لباسی که خود ما دیگه نمی پوشیم به فقیر بدیم این دیگه توهین به فقیر هست درست. غذایی که دیگه خود ما نمیخوریم به فقیر بدیم این توهینه به فقیر هست باید از مال حلال از مال طیب و طاهر به فقیر کمک بکنیم دوم اینکه مخفی باید کمک بکنیم ان تخفوها و توتوها الفقرا فهو خير لكم درست انفاق علنی خوب است البته در جایی که اشاره کردم برای تشویق دیگران اما به قصد ریا خب کلا انفاق انسان را باطل می کند اما اگر مخفیانه کمک بکنیم این خیلی خوبه که از شرایط صدقه دادن مخفیانه کمک کردن هست که امام علی علیه السلام بیشترین کمک ها را برای فقرا در شب انجام میداد که زیاد شنیدیم بله. و خود حمل می کرد کمک برای فقرا و نیازمندان را گاه غذا را پشت در فقیر می گذاشت خودش می آمد در میزد و خودش می رفت که گاه صورت را می پوشند می پوشن که مبادا فقیر چشم به چشم شود و خجالت بکشد حتی در یک جای من دیدم که امام از پشت در فقط دست خود را می آورد بیرون و اون صدقه و انفاق خود را انجام میداد و حتی صورت خود را نشان نمیداد نشان نمی داد. و اون فردی که طلب کرده تا که ما بادا اون خجالت و شرم ناشی از گدایی را در چهره اون فرد ببیند بسیار ممنونم از شما جناب استاد و مطالب زیبایی که در باب انفاق و صدقه بیان کردید حقیقتا استفاده کردیم چون فرصت هشم. برنامه تمام هست انشالله ادامه آیاتی که خداوند متعال تشویق کرده است به کمک و انفاق به دیگران را در برنامه بعدی حتما در خدمت شما هستیم تشکر از شما بینندگان عزیزی که با برنامه همراه بودید اشاره کردن به روایات پیامبر در باب انفاق و بخشندگی یادم آمد اون داستان زیبایی که وقتی در یکی از جنگ ها با یهودیان اسیرانی میگیرند و مسلمانان اسیرانی از یهودیان را اسیر می‌کنند در میان اونها یک دختری هست که به پیامبر خدا رو می‌کند و میگوید من دختر حاتم تایی هستم حاتم تایی او کسی است که خیلی معروف بود به بخشندگی به انفاق به کمک کردن به دیگران دست باز و بخشنده ای داشت پیامبر همین که میشنوید مطلب را میگوید او را به خاطر پدرش به خاطر نیکوکاری که پدرش داشته در راه خدا آزاد کنید و این فرد را آزاد میکنند این گونه پیامبر راه و روش بزرگ مردان را راه و روش انفاق و بخشندگی را در بین مسلمانان ترویج کردند و رواج دادند من این خواهشی دارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که با این برنامه برنامه به وقت بیداری به اشتراک بگذارید تمام مطالب خود را پیرامون همین مسئله فقر زدائی و راهکارهای اسلام برای فقر زدائی و اگر عکسی دارید، کلیپی دارید، مطلبی دارید از وضعیت فقر در کشور عزیزم ما افغانستان و یا کارهای خوبی که انجام می شود برای فقر زدائی حتما با برنامه خود به اشتراک بگذارید از طریق واتساپ و با ای شماره مثبت 964 780 255 40 به پایان برنامه رسیدیم امیدواریم که برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شد مفید و سازنده بوده باشد تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر به اتفاق استاد گرامی با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم یا رب چه چشمه است محبت که من از آن یک قطره نوش کردم و دریا گریستم خدایا رو شو